بسم الله الرحمن الرحیم. نام خدا آرامش بخش دل هاست. حامد محمدی هستم، دبیر زبان انگلیسی کنکور در مؤسسه وزین هدف، در خدمتتون هستیم. امروز درس دو سال 11 رو با هم دیگه کار میکنیم. بچه لغات توی کنکور مشخص نیستش از کجا میاد. احتمال داره گزینه هایی که شما دارید میبینید از سال 12 باشه، مخلوطی از 11 باشه یا 10. به طب ترکیبی کار کردن خیلی خیلی میتونه کمکتون بکنه و شاید خیلی از ریدینگ های کنکور مشخصا از درس خاصی نیاد. پس به طب قرار نیستش که یک کتاب رو خیلی کار بکنیم و کتاب های دیگر رو بذاریم کنار، چون به ما نشون نداده که از کدوم سال چند تا تست اومده. احتمالا لغاتی که شما دارید میبینید به عنوان لغات بیستون باید بلدش باشید، بعد بتونید تستا رو حل بکنید. پس ما 11 رو با هم دیگه قرار امروز درس 2 رو کار بکنیم. لطفا تا انتها گوش بکنید به بحثایی که دارم میگم. خیلی نکات رو دارم میگم که به دردتون میخوره و اگر یادداشت بکنید واسه خودتون توی خونه میتونه براتون دیگه رو بذارید مثمر ثمر باشه. نشون نداده خب. که از کدوم سال چند تا من احتمال عادت همیشه این کتاب درسی رو عنوان اصلی قرار میدم که بتونیم تمام نکاتش رو از توش بکشیم بیرون. در کنار این هر نکته‌ای که دارم میگم تو خونه واسه خودتون یادداشت بکنید. خب شما اینجا چی رو دارید میبینید دوستان خوب من؟ شما دارید اینجا هلتی رو میبینید. کتاب درسی دم دستتون باشه لطفا. خب هلتی چی هست؟ بر من توضیح بدید. از چی میاد؟ از هلت میاد. خب خود این هلت قرار نیست برید کلی حفظ بکنید. هلت یا هلتی رو زیاد سعی نکنید. توی کنکور نمیگم معنی این به فارسی چیه یا معنی این به فارسی چیه. زیاد سعی بکنید که واسه خودتون چیزای عجیب غریب توی خونه درست نکنید. به سلامتی و سلامت برمیگرده. گفته a healthy lifestyle. خب این رو هم که میدونید که از کجا اومده. این لایف رو نگاه بکنید، موشکافانه بهش نگاه بکنید. لایف هم این لایف استایل هم از لایف اومده. استایل هم چی میشه؟ سبک میشه. خب من اگه بخوام در مورد این جمله حرف بزنم یا این عنوان حرف بزنم، گفته یک لایف استایل سلامت، یک سبک زندگی سلامت. خب آقای محمدی لایف استایل رو من فهمیدم، اما این هلثی که شما اینجا گفتید در موردش حرف زدید دیگه با چی میاد توی کنکور؟ ببین نگاه بکن، اگه قرار باشه من راجع به هلثی حرف بزنم، من میتونم بگم هلثی فروت، این میوه. من اگر بخوام راجع به هلثی حرف بزنم میگم هلثی فود. بعضی موقعا راجع به هلثی فامیلی هم من دیدم که توی تستا صحبت میکنن، هلثی فامیلی، خانواده سلامت. حواست باشه هلثی فقط با لایف استایل نمیاد، اما من میتونم بگم یه کالوکیشن بسیار بسیار مهمه که وقتی میگه هلثی لایف استایل، لایف رو که میدونید یعنی زندگی، سبک زندگی سلامت، سبک زندگی سلامت. پس یه بار دیگه یه جمع‌بندی با هم دیگه داشته باشیم. هلثی میتونه با فروت بیاد بگه میوه سالمه یا سلامته، هلثی میتونه با فود بیاد بگه غذای سالمه یا سلامته، هلثی میتونه با فامیلی بیاد که بگه چی؟ یک خانواده سلامت. پس حواست باید به این موضوعات باشه. بچه من دارم از خودم و کلیاتی که راجع به کنکور میدونم حرف میزنم، چیزی رو حفظ نکردیم بیام اینجا از حفظ بگیم. اگه نکته مد نظرم باشه که به دردتون بخوره حتما براتون درج میکنم اینجا. خب این عنوان های اول درس رو سعی بکنید که خیلی خیلی جدی بگیرید. خب چی رو جدی بگیرم آقای محمدی؟ این interesting یعنی جالب. interesting جالب. فکت چیه؟ حقایق. فکت یعنی حقایق. پس وقتی میگه interesting facts یعنی حقایق جالب. در مورد حقایق جالبی که تو این درس هست در مورد سبک زندگی سالم قراره که امروز با هم دیگه صحبت بکنیم. ولی قبل از اینکه صحبت بکنیم اینو بهتون بگم، ما interesting facts رو داریم. Interesting fact. Interesting رو نگاه بکن دوست خوب من. Interesting.
اگر بشه interested چه فرقی با این میکنه؟ از نظر کنکوری و زدن تستا به نظر من توی معنی زیاد نیاید خودتون رو درگیر بکنید، اما این رو میدونید که صفتها برای غیر انسان به فرمت چی هستن؟ ing form و صفت الان تکرار میکنم، صفتها برای انسان صفتها برای انسان به فرم پی پی فرم هستن. یه بار دیگه، از نظر گراماتیکلی با هم دیگه متفاوت هستن. صفتها برای غیر انسان به صورت آی ان جی هن، صفتها برای انسان به صورت پی پی فرم هستن. پس تو حالت معنی زیاد سعی بکنید توی کنکور رو معنیش زیاد تمرکز نکنید، اما تو حالت گرامری شما صفتها رو خوندید، میدونید که اگه قرار باشه واسه یک اسمی صفت بیاریم باید چجوری بیاریم. اگر صفت برای انسان باشه، برای انسان باشه به فرم پی پی فرم. اگر صفت برای غیر انسان باشه به صورت آی ان جی فرم. اینو واسه خودتون یادداشت بکنید که ادامه بدیم. فکر کنم کل اون چیزایی که گفتیم پرید، ولی خب اشکال نداره. میام بالا. نه پرید. خب به جای این interesting میتونه چیزی قرار بگیره به جای interesting؟ بله آقای محمدی. مثل چی؟ مثلا بگه historical facts. آقای محمدی چیز دیگه ای میتونه قرار بگیره؟ historical fact. میگم آره. scientific facts. historical یعنی تاریخی. ما رو با هم دیگه. مثلا بگه و scientific یعنی historical علمی. یعنی ما هم به جای interesting میتونیم از historical استفاده بکنیم، هم میتونیم از ساینتیفیک علمی هست استفاده بکنیم. این رو هم واسه خودتون یادداشت بکنید. پس هم ساینتیفیک و هم هیستوریکال. هم ساینتیفیک هم هیستوریکال. خب بیایم پایین. شما هم لطفا توجه بکنید. اینجا میگه که people with higher education usually live longer. خب من این live longer رو اینجا اول توضیح بدم. live longer، ببین live یعنی زندگی کردن. وقتی میاد میگه live longer یعنی طولانی تر زندگی کردن. پس این میشه طول عمر زندگی کردن طولانی تر. زندگی کردن طولانی تر. usually چیه؟ یک قید. مثلا میگه معموله. گفته مردم با higher education. به من یه چیزی رو به تو بگم. میگه چی؟ میگه اگر higher education، اگر higher education باشی، اگر higher education باشی، نتیجه چی میده؟ رابطه مستقیم داره با live longer، یعنی طولانی تر زندگی میکنی. پس higher education live longer یعنی طولانی تر هم زندگی میکنن. حواست بهش باشه. یه قید خیلی خیلی مهم هم اونجا آورده. usually شما میدونید قیدها یه الوای آخرشون داره. این الوایی که این وسط هست رو، این آخر خط هست رو لطفاً بهش توجه کنید. وسط این جمله آخر این usually. پس اگر higher education باشی، higher education یعنی چی؟ تحصیلات بالاتری اگر داشته باشی. نمیخوام معنی دقیق رو یاد بگیری چون قرار مفهوم یاد بگیریم. اگر تحصیلات بالاتری داشته باشی، زندگی طولانی تری رو داری.
زندگی طولانی تری رو داری. خب امیدوارم که نوشته باشید. در مورد سبکای زندگی صحبت میکنه تو عنوان درس که خیلی مهمه. اگه جا بیفته براتون ریدینگ ها رو خیلی راحت میتونید بزنید. گفتم Our health improves when we visit our friends and family members. خب من friends رو میدونم، یعنی دوست ها، family، خانواده. خب پس friends میشه دوستا، family میشه خانواده. اما یه لغت اینجا هستش که خیلی خیلی مهمه، اینو واسه خودت یادداشت کن. members میشه اعضا، member میشه اعضا، یا وقتی که جمعش کرده بهتره بگیم عضوها، چون جمع دیگه. بیا عضوها. خب چی داره جمله میگه؟ میگه our health، our health، our که میشه مال ما، our health یعنی سلامتی ما، سلامتی ما improves میکنه. improves یعنی بهبود پیدا میکنه، یا یک فلش رو به بالا بزن هر وقت improve رو دیدی. our health چون it هست اونور اون اثر رو آورده، میگه our health improves یعنی میره رو به بالا یا بهبود پیدا میکنه هنگامی که when we visit، ما ملاقات میکنیم یا میریم ویزیت میکنیم. پس میگه آقا سلامتی ما بهبود پیدا میکنه وقتی که ویزیت میکنیم our friends دوستانمون رو و خانوادهمون رو، عضوهاشون رو. میگه آقا سلامتی ما بهبود پیدا میکنه وقتی که ما اعضای خانواده یا دوستامون رو ویزیت میکنیم. حواست باشه اگر member بود، membership این چی بود؟ membership میشه عضویت، اینو حواست بهش باش. membership میشه عضویت، membership میشه عضویت. حالا ما خواستیم بگیم عضوها. کاری نداریم که چه استادی داشتید و چی کار میکرد، لطفا به درس توجه کنید. پس membership هم حواستون باشه عضویت. مثلا میخواد بگه عضویت کتاب خونه، میگه library membership، حواست باشه عضویت. خب گفته sitting a lot increases health risks. sitting یعنی نشستن. حواست باشه فعل اگر اول جمله باشه تو 90% از مواقع به صورت ing فرمه، توی 10% از مواقع هم نیستش که بعدا در موردش صحبت میکنیم. sitting a lot یعنی زیاد بشینیم. آقا شما فکر کنید این صندلی است، یه نفر روی این صندلی نشسته، حالا نمیدونم چجوری بکشمش ولی این صندلی است، یه نفر روی این صندلی نشسته، میگه آقا اگه زیاد بشینی، اگر روی این صندلی زیاد بشینی increases، increases یعنی افزایش دادن، افزایش میده health risks. آقا این کالوکیشن health باست، اونجا گفتم healthy فرود، اینجا گفته health risk یعنی ریسک، سلامتی رو افزایش میده. منظورش اینه که سلامتی شما رو تحت خطر قرار میده، پس ریسک همون خطر هست، پس سلامتتون رو تحت خطر قرار میده. حواست باشه increase یه چیز تو مایه های همون improve هستش که اونجا واسه خودت نوشتی، اینم فلشش رو به باله، پس اگر زیاد از حد بشینی سلامتیت رو تحت خطر قرار میده. خب گفته laughter is the best medicine for your health. your health چیه؟ for your health، برای، بنویس واسه خودت اونجا، برای سلامتی خودت، واسه تو دیگه، برای سلامتی تو، بذار تو رو بنویسیم بهتر باشه، برای سلامتی تو. گفته laughter یعنی اگه بخندی، یعنی خندیدن is the best medicine. best medicine یعنی بهترین، بهترین دارو، بهترین دارو یعنی خنده، بهترین داروه، خنده بهترین داروه. شنیدی تو فارسی میگن که خنده درمان همه مشکل هاست؟ اینا میشه تو مایه اونه، میگن که بخندی بهترین دارو هستش واسه چی؟
واسه سلامتی. میگه به سقراط میگن که این همه سال معالجه کردی، بهترین دارو واسه سلامتی یه نفر چیه؟ میگه خندیدن. میگه اگر خوب نشد چی؟ میگه دوزشو بیشتر کن، دوزشو بیشتر بکن خوب میشه. انشالله که همه شما در سلامتی کامل باشید. خب صفحه بعدی کتاب درسی رو بیارید لطفاً. این صفحه رو که بهش زیاد کار نداریم، فقط یه سری نکات تو صفحه بعدی است، لطفاً بهش توجه کنید. ببینید تک تک این لغتایی که اینجا دارید میبینید احتمال داره تست کنکور لغتش رو به شما بدم، پس لغت‌ها رو الکی واسه خودتون رد نکنید. خب بریم اینجا، شما هم حواستون باشه اینا کیان تازه دارن میان بالا. خانم مریم، خانم هورا، تازه اومدید. خب work معنیش چیه؟ کلی بگیریم، میگم کار کردن. jog چیه؟ میگم یه نوع پیاده رویه، پیاده رویه ذره سریع را رفتن. hangout رو شما به من بگید، hangout رو بگید. eating میگم خوردن، eating رو میگم خوردن. خب surfing فعلا نگرش میداریم و climb هم یعنی بالا رفتن. خب به من بگو ببینم hangout یعنی چی؟ hangout گشتن، وقت زیاد گذروندن، دور هم جمع شدن. بله بله، همه اینا رو معنی میده. باریکالله، مرسی که هستین. میگه چی؟ میگه گشت و گذار و وقت سپری کردن. میگه آقا با دوستاتون برید یه هنگاوتی داشته باشی. گفته بود بعد از اینکه تست آزمون آزمایشی چند هفته پیش بود، گفته بود بعد از اینکه پروژه تموم شد، بعد کلاس رفتیم یه هنگاوتی با هم دیگه داشتیم. خب ببینم اولی رو چجوری پر میکنید؟ من معنی میکنم، شما پر کنید لطفا. یک میکنم یه دونه باید بزنیم این رو. خب حالا بیا ببینم این اولیه چی میگه. میگه بهزاد لایکس یعنی بهزاد دوست داره جانک فود، حله هوله رو بهش میگن. When وقتی که he is watching TV، وقتی که داره تلویزیون نگاه میکنه. خب چی بذاریم؟ خب درسته، میگه eating بذاریم. میگه بهزاد دوست داره بخوره حله هوله وقتی که داره تلویزیون نگاه میکنه. ببین در هنگامی که داره نگاه میکنه، چون دوتا عمل همزمان دارن انجام میشن، از ing form استفاده کرده. گفته رضا است the net، یعنی نت رو داره چی کار میکنه؟ ببین بگو ببینم رضا، باریکالله، ماشالله. میگه سرفینگ the net. بچه ها اصطلاح سرفینگ the net رو برای خودت بکش بیرون. سرفینگ the net یعنی گشت و گذار توی اینترنت. سرفینگ the net. خب چون بچه های خوبی هستید، دوتا لغت هم براش بنویسید. سرچ کردن توی اینترنت و اکسپلور هم براش بنویسید. گشت و گذار یا کاوش. کاوش دوتا و میذارم که یادتون بمونه. حواستون باشه که اکسس هم یادتون باشه. اکسس یعنی چی؟ میگه اکسس دنت یعنی دسترسی به اینترنت. دسترسی به اینترنت. این هم واسه خودتون یادداشت بکنید. اکسس یعنی دسترسی. خب بعدی گفته I go out یعنی من میرم بیرون. من میرم بیرون و چی؟ Every morning at six. خب تا شما جواب میدید، من اونایی که استفاده کردم رو لطفا خط بزنم روش که شما استرس نگیرید. این eating رو حذف کردیم، این surfing رو هم حذف کردیم. موند work، jog، climb، hangout. بهم بگو ببینم کدومه. میگه jog. چرا jog؟ مهندس رشیدی هم به جمعتون اضافه شد. خب میگه jog، میگه I go out and jog. خب داره میری بیرون و پیاده روی میکنه هر روز ساعته.
سکس. فقط حواست باشه بعد از همه گوها اگر ورزشی بیاد به صورت ING فرم میاد، مثلا go jogging, go hiking, go swimming, go fishing. پس بعد از همه گوها فعل به صورت ING فرم میاد. اینجا چون گونه ورد قبلش به صورت ساده اومده، پس من میام جاگ رو هم حذف میکنم. خب بعدی گفته مهدی with his friend on Friday. میدونید قبل از روزهای هفته من باید از آن استفاده بکنم. این سوال دهمتونه، حواستون بهش باشه. قبل از ساعتهای روند باید از at استفاده بکنم، حواست باشه. گفته مهدی with his friend، مهدی با دوستاش. بعد گفته Fridays یعنی جمعه ها. چی کار میکنه؟ hang out یعنی میره گشت و گذار داره. پس اینم بنویس hang out. بعد از توی اینجا hang out رو حذف کن. دو تا مونده، یه دونه بالا رفتن یه دونه کار کردن. خب آخر یه چی میگه؟ گفته اونها کوه دماوند رو سال گذشته، خب رفتن بالا دیگه نمیشه بگی کار کردن که. پس اینو حذف میکنیم، بذار حذفش نکنیم طبق عادت، اینو نگهدار. خب climbed رو حذف میکنیم، climbed، و یه دونه worked اضافه میمونه. درست شد؟ خب بریم صفحه بعد. اینجا دارید یک هرمی از قضا رو میبینید که باید معنی لغاتش رو بلد باشید. البته بلد هم نباشید و بفهمید قضا واسه تون کافی. اویل میشه چی؟ اویل میشه روغن. کندی اینجا کشیده. خب اونایی که مهم هست رو با هم دیگه حرف میزنیم. میلک میشه شیر. چیز میشه پنیر. آیس کریم میشه بستنی. داره ارزش‌های غذایی رو داره میگه به ما. اگ تخم مرغ. مت گوشت. فیش میشه ماهی. چیکن مرغ. خب تومیتو، یه جا گفتم تومیتو گفت تخم مرغ. کارت یعنی هویج. آنین یعنی پیاز. اپل سیب. اورنج پرتقال. بنانا موز. کوینس چیه بهم بگو؟ کوینس سری باش بگو. باریکالله به. خب رایس یعنی برنج. برید نان. اسپاگتی اینم یعنی چی؟ اسپاگتی خودمونه دیگه. حالا شاید خیلی هم ماکارانی تصورش بکنن. خب زیاد مهم نیست، نمیخوایم روش وقت بذاریم. فقط حواست باشه یه نکته ای که توی کنکور آزمایش خیلی ترکیب و درس 4 دهم میدن. On my computer استفاده از واسه خودت بنویس. استفاده از حرف اضافه on. حرف اضافه on میتونه کاربرد داشته باشه واسه شبکه‌های اجتماعی. این چیزی که تو اون درس نگفته ولی تو کنکور آزمایش هفته پیش گزینه 2 داده بود. پس واسه شبکه‌های اجتماعی کامپیوتر هم میتونیم از آن استفاده بکنیم. I watch TV in the afternoon. این in the هم حواست بهش باشه. In the afternoon I go out and play. ببین go outی که داره اونجا گفته jog، اینجا گفته play، حواست بهش باشه. I eat fast food. I walk to school. خب نکته مهمی نداره که در موردش حرف بزنیم ولی حواستون باشه این کانورسیشن اینجا بسیار بسیار مهمه. خب به من بگو ببینم rarely یعنی چی؟ rarely رو همین الان بهم بگو. بدو rarely به ندرت. به ندرت سری 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 بنویس ببینم. تو کلاس باش با تو بلند شو ببینم. به ندرت seldom. خب یه دونه براش گفت seldom، من دوست نداشتم بگم ولی گفت دلشو نمیشه کنم seldom. یه دونه دیگه ای که من دوست دارم بگم رو ببینم کی میگه. بگو ببینم. خب بودو 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 به جای seldom من آها محدث رشیدی. شک نکن درصد بالایی رو خواهی زد توی کنکور. یه دونه هم hardly هست. hardly بچه ها من هارد صفت دارم، اینو واسه خودت یه جا یادداشت بکن. اما واسه یه قیدش هاردلی ندارم. صفتش هارده، قیدش هم هارده. یعنی من
واسه یه قید هارد، صفت هارد، قید هارد رو دارم، هاردلی رو واسه قیدش ندارم. هاردلی خودش معنیش عوض میشه، هر جا دیدی یعنی به ندرت، هر جا دیدی یعنی به ندرت. اینو واسه خودت یادداشت بکن. پس یه دونه seldom، پس یه دونه seldom، یه دونه hardly. hardly نمیشه به سختی، میشه به ندرت. حواست بهش باشه، نکته بسیار بسیار مهمیه. پس rarely میشه به ندرت، hardly هم میشه به ندرت. پس صفتش hard، قیدش هم hard. خب کوچ پوتیتو به کسی میگن که خوره تلویزیونه. جلوش بنویس خوره تلویزیون، خوره تیوی. معنی متفاوتی داره ولی خب در موردش صحبت نمی کنیم چون زیاد مهم نیست. این لغت اینجا بسیار بسیار مهمه، gain weight. gain weight رو من براتون اینجا باز میکنم. gain weight، خب gain weight یعنی چی؟ معنی بهم بگو، معنی بگو. خب اضافه وزن، افزایش وزن، باریکلا نگین، محمد، عرفان، اضافه وزن. خب اضافه وزن کی ایجاد میشه؟ وقتی که خوردن تو زیاده. یعنی اگر تو صورت تست در مورد eating a lot صحبت کرد، در مورد eating a lot صحبت کرد، این ای اولشو درست بکنم، در مورد eating a lot صحبت کرد، در مورد کربو هیدریت صحبت کرد، گفتش آقا مصرف کربوهیدرات زیاده، در مورد، من جا ندارم اینجا، در مورد پروتئین صحبت کرد. خب در مورد یه سری نکات صحبت کرد که اگر تو زیاد مصرفش بکنی مطمئنن وزنت اضافه میشه، حواست بهش باشه. یعنی کلید واژه‌اش خوردن زیاد کربوهیدراته. یا بیاد در مورد بگه دایت. دایت معنی چیه؟ به من بگو دایت معنی چیه؟ دایت یعنی چی؟ دایت یعنی رژیم. باریکلا. اگر بیاد بگه رژیم رو رعایت نکرد، خب رژیم رو رعایت نکنه اضافه وزن داره. پس آقا اینا کلید واژه‌های صورت تستن. غذا خوردن زیاد بشه، رژیم غذایی رو رعایت نکنی، کربوهیدرات زیاد مصرف بکنی یا کمتر مصرف بکنی، میاد راجع به مصرفش حرف میزنه. پروتئین به بدنت نرسه یا برسه، اینا راجع به گین ویت است. اما آقای محمدی شما گین ویت رو گفتی، ما یاد گرفتیم. آقای محمدی پس اگر به ما گفت لوز ویت چی؟ لوز اینم ویت، لوز ویت. خب این چیه لوز ویت؟ لوز ویت رو به من بگو، من پایینی رو برات معنیشو بنویسم. gain weight یعنی افزایش وزن. خب اگر lose weight گفت چیم؟ بگو بهم. lose weight یعنی کاهش. ماشاءالله امروز جمعیت خیلی با انرژی، یعنی کاهش وزن. من قول میدم تا آخر با من باشید نکات خیلی خیلی خوبی رو از توش در بیاریم. هنوز درس رو شروع نکردیم، کلی نکته داره میگه. لغت بعدی depressed هست. ببین میگی فلانی خیلی depressed. نیازی نیست معنی دقیق depressed رو یادت باشه، بدون فقط یه حالت ناخوشه، یه بار منفی هم جلوش بذار. آقا یه آدمی هستش که حالش خوش نیست یا depressed. واسه depressed یه دونه میخوام بگم، اولش آیه بعدش امه. ببین بگو ببینم چیه، ببینم کسی میتونه بگه. افسرده، بگم depressed and چی؟ impressed که میشه تحت تأثیر. خانم سمین نه نه، impressed نه، نمیشه بگم افسرده است و تحت تأثیره، نه. خب ببینم چی دارم. نه صدلی هم نه، صدم نه، گفتم با آی ام شروع میشه، چجوری میگید که صد؟ impatient، باریکلا. آفری مهندسه رشیدی. impatient، ببین کسی که دپرس شده صبر هم نداره. پس یه دونه impatient هم کنارش بنویسید واسه خودتون. پس یعنی depressed and impatient، یعنی صبور نیست، حوصله نداره. اوکی خب
لغت بعدی میگه you won. میدونی که win بوده چون در گذشته است گفته won. You won یعنی تو بردی. خب تو بردی. بیا در ادامه ببینیم که قرار این کانورسیشن رو با همدیگه شروع بکنیم، نکاتش رو با همدیگه در بیاریم و در موردش با همدیگه صحبت بکنیم. دو نفر دارن صحبت میکنن طبق عادت همیشگی، یعنی توی کانورسیشن هایی که ما میبینیم اغلب دو نفر در حال گفتگو هستن. اینجا اون دو نفری که دارن صحبت میکنن سینا و بهزاد هستن. گفته سینا and بهزاد چون دو نفر هستند، خب میگم اگر دو نفر باشن بهش میگم they. خب they is که نمیگن، میگن they are. خب بیه they are old friends. چون دو نفر هستن اینجا هم حساب برد، چون 11 هم تو این کلاس هست من مجبور هستم همه نکات رو ریز بریز در بیارم. اسخای میکنم. گفته سینا و بهزاد دوستای قدیمی هستند. گفته they have not seen each other for about 3 months. خب یه نکته اینجا داره، من اگر بذار هایلایت کنم واسه شما، واسه خودت نکته برداری کن. اینجا فور رو داری میبینی درسته؟ خب این فوری که اینجا داری میبینی یکی از علائم زمان have به اضافه PP و یا has به اضافه PP هست که بهش میگن حال کامل. اگر هوا هست تبدیل به گذشته میشد، میشد حد پی پی، اون موقع میشد گذشته کامل. پس یکی از علائم زمان حال کامل چی بود؟ فور بود. خب من اگر این فور رو تو صورت تست ببینم درجه گزینه‌ای رو بعد انتخاب بکنم که هاو اضافه پی پی داشته باشه. حواست باشه واسه منفی کردن، واسه منفی کردن این من میتونم ببین توی تستا یه ذره شما اینقدر استرستون زیاد میشه دیگه نمیدونید چیکار کنید. به اضافه پی پی اینم هز به اضافه پی پی دارم منفیش رو میگم. واسه منفی کردن شما مجاز هستید نات رو بعد از هوا هز بیارید، یعنی نات بیاد اینجا، اینم نات بیاد اینجا. حواست بهش باشه. وقتی که اومده منفیش کرده نگفته have seen not، گفته have not seen. اوکی؟ خب اون سینه چی بوده؟ اون سینه سی بوده، یعنی فرمش فرمش سی بوده رفته شده سا، قسمت سومه شده سین. ما به این قسمت سومه کار داریم، شده سین. میبینی؟ خب گفته اونها ندیدن همدیگر رو برای حدود 3 ماه. پس حواست باشه یکی از علائم زمان حال کامل که میتونید تو صورت تستا ببینید و واسه یک پریود زمانیه میتونه فور باشه، چون برای 3 ماه همدیگر رو ندیدن ما میایم چیکار میکنیم؟ از فور استفاده میکنیم و حال کامل. گفته بهزاد has called سینا. حواست باشه که باز چی آورد اینجا واسه من؟ has رو آورد، از این برم called آورد، یعنی has رو آورد به اضافه پی پی. پس زمانش رو دقیقا مطابقت زمانی داد از نظر پایه بودن زمان جمله قبلی با جمله الان. خب میگه که های سینا، بهزاد داره صحبت میکنه، بهزاد داره صحبت میکنه میگه سلام سینا. خب how is it going یعنی حال چطوره، اوضاع چجوری میگذره. گفته I haven't seen. آقا haven't seen چه زمانیه به من بگو؟ haven't seen چه زمانیه؟ haven't seen چه زمانیه؟ بودو ببینم، همه جواب بدید. آفرین. بودو ببینم. present perfect. من کی اینجا گفت present perfect؟ شما داری میگی present perfect. زمانش زمان حال کامله. اما یه نکته دیگه از دل این میخوایم بکشیم بیرون. یکی از قیدهای زمانه حال کامل چی هستش؟ سنس هست. یکی از قیدهای زمان حال کامل سنس هست که شروع یک بازه زمانی رو نشون میده. سنس نوروز. میتونه به جاش بگه مثلا چی؟ بگه سنس 1399. یعنی سنس هم میتونه با یک عدد باشه یا یک شروع یک بازه زمانی. خب میگه سلام سینا،
حالت چطوره؟ اوضاع چطوره؟ میگه I haven't seen you since نوروز. چون since رو آورده باید از have به اضافه PP استفاده بکنه. حالا منفیش هم استفاده کرده، not گفته I haven't seen you، یعنی ندیدم تو رو since نوروز، از نوروز تا الان، از نوروز تا الان. خب این رو هم یاد گرفتی. میگه اینا میگه سلام بهزاد، داره سلام علیک میکنن دیگه با هم دیگه. میگه thanks for calling. خب میدونید که نکته رو موشکافانه بکشیم بیرون، بعد از حروف اضافه قطعا من باید چی داشته باشم؟ بعد از حروف اضافه قطعا من باید فعل رو به صورت ing form بیارم، for، without، by. حواست باشه که حرفای اضافه مهمی است. گفته سلام بهزاد، thank you for calling، مرسی که زنگ زدی. I am most of the time، گفته I am home most of the time. ببین میتونست بگه I am at home، چون توی گرامر درس 4 سال دهم از حرف اضافه at برای home استفاده نکرده، واسه مکان ها استفاده نکرده، اینجا دیگه نیاورد، اما اگه می آوردم درست بود. گفته I am home، من خونم، most of the time، بیشتر اوقات. I do یعنی من انجام میدم different things، چیزای متفاوتی رو انجام میدم. like، مثل چی؟ گفته surfing the net. بچه ها surfing the net رو شما داشتید، surfing the net بسیار بسیار مهم، و بالا هم گفتم. یعنی آقا میگه که مرسی که زنگ زدی. ببین بالا رو یه بار دیگه بریم. میگه اوضاع چطوره؟ میگه من تو رو از نوروز ندیدم. بعد گفته سلام بهزاد، مرسی که زنگ زدی، من خونه هستم بیشتر اوقات و من کار متفاوتی انجام میدم، چیزهای متفاوتی انجام میدم، مثل گشت و گذار تو اینترنت. and اگر surfing the net رو متوجه نشدیم، بعدی رو که متوجه میشی گفته playing computer. خب این playing computeri که شما داری اینجا میبینی دقیقا باید همپایه باشه با این، چون با and با هم دیگه وصل شده. حواست هست یا نه؟ میگه که I do different things like surfing the net and playing computer games. و دارم بازی کامپیوتری انجام میدم توی خونه. خب بریم ببینیم بهزاد چی میگه. بهزاد میگه How about your free time؟ در مورد اوقات فراغتت چه خبر؟ یعنی تو اون اوقات فراغتت چی کار میکنی؟ تو فری تایمت چی کار میکنی؟ How about your free time؟ فری تایم یعنی وقت آزاد. مثلا میتونیم با فری از تایم استفاده بکنیم، میتونیم بگیم free information. متوجهی؟ آها گفته going out. ببین go over، going out فعل رو با ing استارت زد، jogging، playing football. گفته تو وقت حاضر چیکار میکنی؟ بیرون نمیری؟ پیاده روی نمیری؟ فوتبال بازی نمیکنی؟ گفته نه. I rarely، من به ندرت، go out and hang out with my friends. پس تو باید کالوکیشن مهمی که اینجا من بهت گفتم، hang out with my friends. پس آقا حواست باشه که این hang outی که اینقدر داره راجبش صحبت میکنه، یا surfing the netی که داره صحبت میکنه، با چی میاد؟ اینجا برات بنویسم hang out بیشتر موقع میتونه با friend بیاد. hang out یه ویتم این وسط اضافه کن بهش، hang out with friends. خب گفته I see، یعنی میبینم که رضا and I. ببین چرا وقتی داره راجع به خودش و رضا حرف میزنه اول رضا رو میاره بعد خودش رو میاره؟ به خاطر احترامه. گفته رضا و من are going to درس یک سال دهم. going to قصد داشتنه. میگه are going to Darabat for climbing and walking this Thursday. خب میگه رضا و من قصد داریم بریم داراباد. آقا داراباد چیه؟ نگفتی با دی بزرگ اسمه. for آورد، بعد گفت climbing، باریکلا میرم واسه اینکه از کوه بالا برن، نمیدونم واسه چی دارن میرن. and walking و میرن قدم بزنن. Thursday، Saturday، Sunday، Monday، Tuesday، Wednesday، Thursday، پنجشنبه امروز هم هست. گفته we really like to see you. ببین چرا اینجا گفته to see؟ به من بگو ببینم چرا گفته to see.
کجاست؟ آه دارآباد نیست، دربنده باریکلا. من حالا یه لحظه اون رو ندیدم. خب دربنده، رفتن دربند که برم بالا. من میگم دارآباد بالا پایین نداره. خب چی داره؟ چشم، دستور بفرمایید، تکونم نمیخوریم. باریکلا خانم مردی. خب میگه we really like، یعنی like کاری کرده که این فعل تو سی بشه. گفته پس این چی بود؟ این دربند بود، من خوندمش دارآباد. گفته میبینم که یعنی اوکی رضا ان آی، رضا و من قصد داریم بریم دربند برای بالا رفتن و قدم زدن دسترز این پنجشنبه. We really like، ما واقعا دوست داریم که ببینیم تو رو. Will you come with us؟ با ما میای یا نه؟ با ما میای یا نه؟ خب در ادامه میاد میگه که پس این come with us یعنی گفته will you come with us؟ will هم واسه احترام اینچه آورد. خب گفته what؟ oh no I haven't been there for a long time. آقا این for a long timeی که اینجا دارید میبینید، هر جای ایران هستی صدای من رو داری میشنوی، دختر خوبم واسه خودت یادداشت بکن. خیلی از تستا رو دیدم این for رو قبل از جای خالی آورده، long timeش رو نیاورده. یکی از آزمونای آزمایشی همین امسال هم اینجوری بود، for رو آورده بود اما a long time رو توی گزینه‌ها گذاشته بود. این اصطلاح رو یاد بگیرید برای یک مدت زمان طولانی. از طرفی این فوری که آورده یکی از قیدهای زمان چی بود؟ قید زمان، به من بگو، قید زمان حال کامل بود. قید زمان حال کامل. واسه قید زمان حال کامل من قطعاً باید چی داشته باشم؟ have به اضافه پی پی. have به اضافه پی پی. پس آقا وقتی که من for دارم یا since دارم طبق درس، مجبور هستم که براش چی بیارم؟ حال کامل بیارم. زمانی که من فور دارم باید حال کاملم بیارم. گفته اوه نو، اوه نه، I haven't been there، تا حالا اونجا نبودم. For a long time یعنی برای یک مدت زمان طولانی اونجا نبودم. خب در ادامه چی میگه؟ میگه که I prefer to stay home and watch my movies on the weekends. حواست باشه که اینجا در مورد آن ویکندز داره صحبت میکنه، در مورد ویکندز داره صحبت میکنه، در مورد ویکندز داره صحبت میکنه. از چی استفاده کرده؟ بچه ها من دارم موشکافی میکنم براتون، از آن استفاده کرده. پس وقتی که ویکند رو داره استفاده میکنه از آن، گفتم آن فرایدیز اگه یادت باشه. خب اینجا من بگو که گفته تو استی. چرا گفته تو استی؟ جواب بده. آها چرا گفته؟ سریع باش ببینم صدای منو میشنوی. چرا گفته تو استی؟ مستر، من نگفته بودم مستر. چرا گفته تو استی؟ رسول بنویس برام ببینم چی داری مینویسی، یه ذره بهترش بکن. آها مستر ای اچ 2000، چه اسمی هم واسه خودت انتخاب کردی، باریکلا. حواست رو تو کلاس باشه ببینم با تو هم. الو بلند شو ببینم، بلند شو، حواست باشه. خب این پریفری که اینجا آورده، پریفر فعل بعدی رو چیکار میکنه؟ فعل بعدی رو تودار میکنه. پریفر فعل بعدی رو تودار میکنه. خب گفته I prefer، اینجا گفته to stay. To stay home، نگفت at home. And watch my movies، خب میگه بشینم خونه و من ترجیح میدم. پریفر یعنی ترجیح دادن. من ترجیح میدم که بمونم خونه. And watch my movies، و بمونم خونه مووی های خودم رو نگاه بکنم. که on the weekends، on the weekend یعنی کجا؟ آخر هفته. بعد گفته I've bought lots of things to eat. ببین جمله قبلی جمله زمان حال کامل بوده، جمله قبلی زمان حال کامل بوده، پس بهتر جمله بعدی هم باید همزمان با این جمله باشه. گفته I've bought، خب به من بگو ببینم وقتی که اونجا میگه I've bought چه زمانیه؟
زمان حال کامله که این رو اگر بشکافیم بیاریم بیرون میشه همون I have bought. حواست باشه که I have bought زمان حال کامله، اونجا یه مقدار نامحسوسه. اینا رو اگه دارم نکته به نکته میگم یازدهم هم تو این کلاس میخوام کامل همه چی رو بفهمه. گفته I bought lots of the things، خیلی چیزا خریدم برای خوردن. To eat، to، همچنین. پس حواست باشه زمان جمله با جمله قبلی و مطابقت زمانی داشته باشه. خب گفته come on stop being a couch potato. آقا من اونجا به شما گفتم، نگاه بکن، به شما گفتم اگر من گو داشته باشم، اگر گو داشته باشم بعد از همه این گوها من مجبور هستم که فعل بعدی رو به صورت ing دار بیارم. جاگ شو چی؟ جاگینگ. آها، یعنی به اضافه یک ing میشد. مثلا چی؟ اسکینگ رو دیدید تالا؟ آها دیگه چی؟ مثلا سویمینگ. قبوله؟ اینا رو توی درس بهتون میگم. این یتیکه رو پاک کنم یه نکته دیگه میخوام براتون در بیارم. پس بعد از همه گوها فعل به صورت ing دار میام. اینجا آورده چی رو گفته؟ اینجا استاپ رو گفته. دوست خوب من اینجا استاپ رو گفته. استاپ بعد گفته بینگ. میتونه مثلا بگه استاپ بعد بگه تراینگ، یعنی تلاش کردن رو متوقف کن. فهمیدی چی دارم میگم؟ پس بعد از این استاپی که اینجا دارید میبینید، سر ما رو گنده وقتی که این اینجا اومده، استاپی که دارید میبینید، استاپ بعدش میاد فعل رو به صورت ing دار میکنه. گفته استاپ بینگ کوچ پوتیتو، یعنی تنبل نباش، پره تلویزیون نباشون. گفت قرار برم تلویزیون نگاه کنم دیگه. بعد میگه چی؟ Being a couch potato. I guess you haven't exercised for a long time. باز از اون چیزی که من انتظارش رو داشتم اومد چی واسه من آورد؟ اومد یک جمله آورد. For a long time. خب for a long time قید زمانه. اون فوری که داره اونجا میاره از علائم هشدار دهنده زمان حال کامله. خب بهتر فعل جمله رو باید توی چه زمانی بیاره؟ فعل جمله رو باید واسه من توی زمان حال کامل بیاره. گفته که for a long time اینجا آورده واسه من. گفته که haven't exercised اینجا بازش میکنم. گفته haven't، از اون ور چی رو آورده؟ haven't exercise رو آورده. چون haven't exercise زمان حال کامل هست، توی جمله هم قیدش رو آورده. گفته چی؟ stop being coach potato. I guess you haven't exercised for a long time. گفته I think you are a bit fat now. من فکر میکنم you are، تو هستی، a bit، یه ذره، fat now. fat چیه؟ چاق. خب من اول درس یه ذره اومدم اونجا راجع به gain weight صحبت کردم باهاتون. اینجا gain weight که گفتم eating a lot، نمیدونم diet، carbohydrate. یه دونه شما هم fat رو اضافه کنید. واسه خودت بنویس fat. fat رو هم اضافه بکن که اگر در مورد چاقی و این چیزا هم حرف زد، در مورد افزایش و کاهش وزن میتونی توی تستا واسه خودت ردش بکنی و بزنی. بریم صفحه بعدی. ریدینگ هنوز تموم نشده، لطفاً صبور باشید. میدونید همه نکات دهم و یازدهم و دوازدهم رو داریم از توش میکشیم بیرون، پس حواست باشه. سینا داره حرف میزنه. سینا گفته actually، در واقع you are right، حق با توه. آقا right چیه؟ right معنی دست راستم میده دیگه، درسته؟ این دست راسته. بذار ببینیم میتونیم دست راست رو بکشیم.
بذار اینجوریش کنیم. انگشتش زیاد نشد که. نه درست. خب این دست راسته. آقا این دست راست رو من میتونم بهش بگم که رایت. رایت میشه دست راست. اما دوست خوبم حواست باشه که دست راست همیشه رایت نیست. بعضی موقع رایت معنی حق و حقوقم میده. مثلا میگه که آقا you are right یعنی حق با توه. پس right معنی حقم میده. حالا معنی دیگه هم میده که فعلا باهاش کار نداریم. وقتی میگه you are right یعنی حق با توه یا تو درست میگی. I've gained 5 kilos in 3 months. I've gained رو نگاه بکن. حواست باشه که این I have gained. I have gained. زمان جمله چه زمانیه؟ حال کامل. گفته من 5 کیلو اضافه کردم in 3 months توی 3 ماه. چون 3 اینجا گفته months. گفته I really do not like to move. من واقعا do not like یعنی دوست ندارم تو موف که حرکت بکنم. اعداد منفی هم میدونی که به توان زوج برسن. I see اون چیزا رو اول جمله میگن. I told you. من به تو گفتم. ببین اول جمله باز فعل آورده. گفته working. میبینی working with my computers or my نداره with computers. کار کردم با کامپیوترها for a long time. آقا وقتی که تا الان 3 بار for a long time رو آورده توی این درس، پس قطعا باید بهش توجه بکنی. از دید طراحا دور نیست. هی من دارم بهت میگم که آقا این for a long time رو حفظ بکن، یادش بگیر مفهومش رو، ببین واسه چیه کاربردش. خب وقتی که داره میگه for a long time، گفته makes people sick and depressed. پس آقا میگه کار کردن با کامپیوترها برای مدت زمان طولانی makes people یعنی این واسه مردم ایجاد میکنه. واسه مردم چه چیزی رو ایجاد میکنه؟ گفته sick. خب با کامپیوتر اگر زیاد کار بکنی گفته مریض میشی and depressed میشی. پس مریض میشی و depressed میشی. پس آقا اینجا واسه خودت بنویس working a lot یعنی کار کردن زیاد. working a lot with PC. PC که میدونید یعنی چی دیگه. PC یعنی پیش یعنی پرسونال، سیشم یعنی کامپیوتر. کامپیوتر شخصی رو بهش میگم PC. خب اگر زیاد با کامپیوتر شخصیت کار بکنی for a long time چه اتفاقی میفته؟ خب توی تست اگر دیدی واسه خودت بنویس که اولی موضوعش اینه که تو مریض میشی. دومیش چیه؟ دپرس هم میشی دیگه. آقا زیاد سرت تو کامپیوتر نگران نداره، شب تا صبح توی این گوشی هستی داری استفاده میکن. پس حواست باشه کار کردن با کامپیوتر یا کامپیوتر شخصی میتونه هم تو رو سیک بکنه، مریض بکنه، یا تو رو دپرس بکنه. بنویس این رو، یا تو رو دپرس کنه. گفته آها اینو میخوام برات اینجا در بیارم. خیلی ها بهش توجه نمی کنن. وقتی که اینجا میگه I've read مگه قرار نبود من have رو بیارم بعدش قسمت سوم رو بیارم؟ چرا خود read رو آورده؟ بیاید این پایین. حواست باشه وقتی که یه ذره کوچیک شد. حواست باشه جملات باید از نظر همپایه بودن با همدیگه زمانشون مشخص باشه. اینجا گفته I told you working with computers for a long time. بچه ها for a long time قید چه زمانی بود؟ قید زمان حال کامل بود.
پس for a long time که اینجا داره میگه از قید زمانهای حال کامل هست. من برای شما توضیح دادم، گفتم زمانی که من حال کامل دارم به دو قسمت باید این رو یاد بگیرم، یا این فعلا تا اینجای درس با سینس میاد یا با فور میاد، که اگر قرار باشه با فور بیاد توی درس سه بار تکرار شده for a long time. خب اینو تا اینجا ببندیم. حالا اگر قرار باشه این قیدها توی جمله باشن، من باید از have به اضافه یه pp استفاده بکنم یا بگم has به اضافه یه pp. خب حالا حواست به من باشه، اینجا گفته I've read، به من بگو چرا گفته I've read. این اینجا نامحسوسه، have رو که آورده بعدش read رو آورده. بچه ها این رو حواستون باشه که قسمت سوم read، قسمت سوم read هم همون read هست. یعنی حواست باشه میگه I have read، یعنی این readی که اینجا آورده نگید که این به صورت ساده است. من یه دونه دیگه مثلا به شما میگم، زمانی که میاد میگه he put. خب بعد از put مگه من نباید وقتی که این سوم شخص آوردم اینجا یک s اضافه کنم؟ اگر نیاورد نگید غلطه، چون این تو زمان گذشته است. حواست باشه که read هم جزء اون فعلهایی هستش که چیکار میکنه؟ تو قسمت سومش هم به فرم اصلی خودش هست. پس حواست به این موضوع باشه، اون ردی که اونجا داری میبینی رد زمان چیه؟ زمان آها پی پیشه دیگه. پس نگه اون به فرم ساده چرا اومده، گفته I've read about this somewhere، یه جایی در مورد این خوندم. بعد گفته alright خوبه باشه خوبه، چرا نمیزنی؟ آها الان خوبه. You won، تو بردی. When and where should we meet؟ خانم پرنیان تازه از خواب پا شدی انگار. کی و کجا باید ما همدیگر رو ملاقات بکنیم یا ببینیم؟ برو در مورد meet هم تحقیق بکن، ببین گذشته و پی پیش چی میشه. اگر من میخواستم بگم I have met درست بود خودش رو میآوردم یا نه باید تغییرش بدم یه ذره. بیا پایین، یه چند تا سوال پرسیده اینجا، بعد چند تا لغت بسیار بسیار مهم داریم که میتونیم در موردش حرف بزنیم. این جملات بسیار بسیار مهم هستن، پس سعی بکنید که توجه کنید. خب حواستون هست توی کلاسید یا نه؟ خب ببینید چی دارم بهتون میگم. من به شما گفته بودم اگر اول جمله با فعل شروع بشه توی 90% از مواقع آینجی دار. خب گفته eating vegetable، خب من واسه vegetable میتونم چی رو استفاده بکنم؟ بگم fresh vegetable. واسه vegetable میتونم بگم که healthy. سالم یا سلامت، اینم بشه تازه. healthy چیه؟ بگو سالم بش، زیاد خودتو درگیر نکن. میگی خوردن سبزیجات، vegetable سبزیجات، is an important part of a healthy diet. دایت رو اینجا داری میبینی، من اونجا گفتم دایت چی بود؟ رژیم غذایی، یا بگو رژیم، رژیم سلامت. گفته خوردن سبزیجات هستش یک قسمت مهم از رژیم سلامت یا چی؟ سالم. بگو آقا اگه رژیم سالم یا سلامت میخوایی داشته باشی باید سبزیجات رو در دستور غذایی که داری میخوری قرار بدی. پس حواست باشه اینجا این دایتی که گفته بچه ها بسیار بسیار مهمه، خیلی ها گیر میکنن یادشون میره. این دایت برمیگرده به غذا و غذا خوردن و این چیزا، پس لطفا بهش توجه کن. بیا ببینم، گفته the doctor is listening. شما میدونید بعد از افعال to be، am, is, are, was, were, be, being و being، فعل بعدی باید به صورت ing دار بیاد. خب گفته the doctor is listening to my grandfather's heartbeat. خب این heartbeat رو واسه خودت وردار. کارش کردم، داغونش کردم. آره خب بیا